درود بر شما. به تماشای 53 پادکست سکولار دموکرات ها خوش اومدین. بیژن آتشینجان هستم، عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان. مدت هاست که آقای علی لیمونادی، مدیر تلویزیون IRTV در لس آنجلس، گفتگوهای مهمی رو با فرهیختگان سیاسی و اجتماعی ایران در خارج کشور انجام میده که مجموعاً کوچ ایرانیان نام داره و از تلویزیون ایران فردا پخش میشه. در یکی از گفتگوها طرف صحبت ایشون آقای داریوش آشوری، زبانشناس و فیلسوف سرشناس ایرانی بود که در این گفتگو نظرات خودش رو مفصلاً درباره چگونگی پیدایش فضای سیاسی خاصی که به انقلاب 57 انجامی توضیح میده. در قسمتی از این گفتگو آقای آشوری به ایده‌ای به نام ترکیب شیمیایی ایده‌ها اشاره می‌کنه که در دوران قبل از 57 موجب شده بود که مارکسیست‌ها و اسلامیست‌های ایران به هم پیوند بخورن. امروز ما با انتخاب این قسمت و آشنایی با شرایطی که به ترکیب شدن دو ایده مستقل از هم ممتحی میشه و به قول پادشاه فقید اتحاد سرخ و سیاه رو ممکن می‌کنه، از هموندانمون در اتاق زوم می‌پرسیم که آیا میشه سکولار دموکراسی رو هم نوعی ترکیب دو ایده مستقل دونست یا نه؟ پس از پخش سخنان آقای آشوری به اتاق بحث حزب میریم تا ببینیم دوستانی که امروز تونستن در اتاق حضور پیدا کنن چه پاسخی به این پرسش دارن. با ما همراه باشید. تعبیر شیمیایی، یعنی این مسئله مثلا شیمی ایده ها. من یه جایی هم نوشتم، در انگلیسی هم نوشتم با در یه سخنرانی هم گفتم شیمی ایده ها. البته گویا این ایده رو این فیلسوف انگلیسی گویا اون هم به کار برده یا اول بار او آورده. این که شما در حالت عادی دو تا اشیایی که مثلا روی میز هستن، اینا به حالت جامد با همدیگه ترکیب نمیشن، ولی اگر درجه حرارت بره بالا بره بالا بره بالا اینا ذوب بشن، اینا تو هم میتونن قاطی بشن. صحیح. ایده ها هم همین جوری هن. با بالا رفتن درجه حرارت اجتماعی، همینطور که درجه حرارت اجتماعی تو یعنی در واقع تمام کاری که رژیم شاه میکرد به عنوان رفورماسیون از انقلاب، اونم اسمش انقلاب شاه میلاد. بله. خب شاه که نباید انقلاب کنه، بله انقلاب از بالا بار رفورم کنه، ولی خب انقلاب از بالا. خب همه اونا زمینه این انقلاب رو آماده میکرد، چون حتی رفاه اجتماعی اقتصادی که با خودش می آورد و تحولات که ایجاد میکرد اینها سطح انتظارات رو می آورد بالا، و اینکه ما بیشتر از این حقمونه که بهمون داده نمیشه. نه. و بعد از اون طرف درجه حرارت اجتماعی، فضای انقلابی، فضای جهان سوم، جنگ ویتنام، انعکاس این انعکاس ایدئولوژی های رادیکال چپ، نوع چینی، نوع روسیش، کوباییش، و همه اینها درجه حرارت رو تو فضای ما در نسل، بعد جوان هم بودیم دیگه، نسل بعد یک انقلاب دموگرافیک هم اتفاق افتاده بود. من یادمه که ما میرفتیم دبستان، کلاس ششم دبستان به ما درس جغرافیا میداد، جغرافیا ایران، جمعیت ایران رو میگفتن 18 میلیون، ولی دوره انقلاب شده 36 میلیون و و اینا جوان بودن همشون. بله. مثلا ماها که میان سالشون بودیم نزدیک 40 سالمون بود. بله. ولی بخش عمدهش جوانهای 15 ساله. بله. 20 ساله بودن. بله. دقیقا. و خود توسعه شهر نمیدونم، حتی همین روستایی ها رو چه نفهمید، روستایی مهاجرت روستایی. بله. ها به شهر. بله. بله. حتی همین شهرک هایی که دوربر تهران خود شاه میساخت برای مردم خونه دار بشن. بله. ولی همین مثلا تیپ حجاریان و عرشبت که اکبر گنجی و قرآن و اینا خودشون گفتن همه اینا رو. درسته. که چجوری ولی تو فضای مذهبی هم بودن، ولی ایده های انقلابی هم بود، بعد شریعتی هم اومده بود. بله. و تفسیر او از اسلام هم و با زبون شاعرانه عاشقانه او هم خب خیلی برد داشت دیگه. بله. چاشنی خودش رو داشت. بله. این است که باید پارادایم های زمانه، اون مدل های کلی که میاد فضاها رو میگیره، اینا چجوری تحول ایجاد میکنن، یعنی همین تحول از پارادایم منور فکری به پارادایم روشن فکری. بله. تحول خیلی مهمیه، یعنی نوع فکر
ملکم خان و برسید که آخوندزاده و باید بگیم تا تقی‌زاده و ده خدا و فلانی حرفا با نسل ما خیلی متفاوت بود که ما نسل بعد از جنگ جهانی دومیم و بادهای اندیشه های انقلابی رادیکال و تقدس انقلاب به ما خورده بود. دقیقا حتی اونقدر این مفهوم انقلاب مفهوم مقدسی شده بود و مفهوم پرجاذبه شده بود که اعلی حضرت هم به فکر انقلاب افتاد دیگه. نه آخر سرم که گفت من صدای انقلاب شما شنیدم. نه کسی نباید میشنید او بود ولی شنید من صدای انقلاب شما رو شنیدم. البته اون کار آقای نصر بود، میدونید که نوشته آقای قطبی و ایشون بود. بله اینو شنیدم. به هر حال این که مثلا حال روشنفکران ما رفتن تو این خطوط چیز خیلی بدیهی است. حالا فریب کلمه رو نخوریم. روشنفکر نه کسی که در روشنایی کامل همین چیز رو میبینه. این اینها ایده های قرن 18 همیه، ایده های دوران ولتر و آنسیکلوپدیستا و دیدرو و امثال این هاست که فکر میکردن ما دیگه از راه علم به روشنایی مطلق دیگه با مارکسیسم دیگه همش علم بود دیگه، علم تاریخ بود. همه آینده رو پیش بینی میکرد، هیچ مولایی درجش نمیره. همونطور که فرض کنید که تمام مذهبی ها مثلا همین آخوندهای شیعه ما تمام آینده رو تا قیامت همه رو پیش بینی میکنن، همش مرحله مرحله گفته شده است. در قیامت روز به روز چه اتفاقی میفته همه چیز گفته شده است. اینجوری تاریخ هم گفته شده بود دیگه، همه گذشته روشن بود، تفسیر شده بود، همه آینده هم روشن بود. اینا پارادایم هایی است که حاکم بر فضای ذهنی. همین پارادایم میاد میشه انتظار ظهور مهدی، میشه با یک هرمنوتیک آقای شریعتی و امثال او میشه بعد اونجا بر این فضا حکومت میکنه. بعد یه جایی درجه حرارت اونقدر میره بالا اینا در هم ذوب میشن، تا همه تو خیابون راه میافتن میگه مرگ بر شاه. علت این که من پیشنهاد کردم که امروز این بخش از سخنان آقای آشوز رو بشنویم به خاطر این بود که یادمه وقتی که اول بار مسائل سکولار دموکراسی رو ما مطرح می کردیم، یک نفر که اسمش یادم نمیاد همین قضیه شیمی ایده ها رو با اشاره به مطالبی مطرح کرده بود و معتقد بودش که این ایده سکولار دموکراسی هم یه نوع شیمیایی یا شیمی ایده ها هست. یعنی سکولاریسم یک چیز است، دموکراسی چیز دیگری و شرایط هست که اینها رو با هم دیگه ممزوج کرده و این شیمی رو به وجود آورده. این همیشه برای من مسئله بود تا اینکه برخوردم به این سخنان آقای آشوری و فکر کردم که شاید اگر این رو ما در پادکست امروز مطرح بکنیم بتونیم به یه نتیجه بگیریم که آیا واقعا شما ببینید آشوری میگه که فکر مذهبی و فکر کمونیستی به خاطر شرایط معینی که پیش از انقلاب به وجود آمد، این دوتایی که اصلا هیچ ربطی به هم دیگه نداشتن در هم ممزوج شدند و انقلاب رو به وجود آوردند. پرسشی که آدم میتونه بکنه اینه که واقعا آیا سکولاریسم و دموکراسی هم تا این حد از هم دور هستند در جامعه ما که باید یه شرایط معینی پیش بیاد تا این دوتا چیز ناهمگون رو به هم دیگه وصل بکنه و یه ترکیب سکولار دموکراسی رو وجود بیاره. من نظر شخصیم اینه که اتفاقا این دوتا هیچ ربطی به همدیگه ندارن. یعنی ترکیب اسلام و مارکسیسم مثلا با ترکیب سکولاریسم و دموکراسی شبیه همدیگه نیستن. میزان تنافر و جدایی که بین مارکسیسم و اسلام وجود داره، خب شما وقتی که به متون مارکس خود مارکس رو بخونید اون اصلا با مذهب مخالفه، عرض کنم که مذهب رو تریاک تو دما میدونه و همین حرفا. اما شرایطی در ایران به وجود میاد که این دوتا قطب کاملا متنافر در هم میخلند و یکی میشن، در حالی که از دید من
اصلا بین سکولاریز و دموکراسی نباید جدایی انداخت. به اعتقاد من سکولاریز در ورودی به دموکراسی هست و اگر که این ترکیب وجود نداشته باشه، خود گفتن دموکراسی موجب میشه که بعد اون وقت مثلا توی ایران هم آقای خاتمی میاد میگه دموکراسی دینی، یعنی یه چیزی رو بهش وصل میکنه که اصلا از آن او نیست. در حالی که اگر که دموکراسی به معنای دمو رو بگیریم به معنای ملت ایران، چون دمو رو هم میگن مردم سالاری، به نظر من مردم بی‌معنیه، ما در عصر ملت ها داریم زندگی میکنیم، برابر این دموکراسی یعنی ملت سالاری. خب اگر که ملت سالار کشور هستند، کشور متعلق به اونهاست، بنابراین حکومتی هم که بر این ملت مأمور میشه که امورش رو بگردونه باید از آن همه مردم باشه، نمیتونه متعلق به یک قشر خاصی از اون مردم باشه. بنابراین برای اینکه مطمئن شیم که حکومت متعلق به همه مردمه، اول باید تکثرگرا باشیم، وجود انواع فرهنگ ها، زبان ها، قومیت ها رو بپذیریم و در این حال از طریق اندیشه شهروندی بگوییم که اینها همه با هم از لحاظ قانون اساسی دارای تساوی حقوقی هستند. پس هیچ کدومشون حق ندارن بیان تو حکومت و از بازوی مقتدر حکومت استفاده کنن، ارزش های خودشون رو بر همه تحمیل بکنن. و تعریف این حکومتی که فارغ از ارزش های گروه معینی هست، اسمش از سکولاریسم. سکولاریسم یعنی که اندیشه های مختلف ایدئولوژیک و مذهبی و حرفا همه برن بیرون تا حکومت متعلق به مردم میشه. بنابراین به نظر من دموکراسی بدون سکولاریسم معنا نداره، ممکن قابل تصور نیست. اما در این حال این رو هم تجربه کردیم، به خصوص در سراسر قرن بیستم، که سکولاریسم اما میتونه بدون دموکراسی در جوامعی به وجود بیاد و عرض کنم که خود این سکولارها هستند که بتونن ارزش‌های خودشون رو بخوان تحمیل بکنن بر جامعه. به حال این تئوری شیمی ایده ها به نظر من با نوعی تعدیل شاید بتونه قابل انطباق باشه با شرایطی که ما سکولار دموکرات ها بهش میاندیشیم. ما محصول ازدواج دو تا اندیشه کاملا متنافر نیستیم. ما اما تقدم و تأخر باید برای اینا قائل بشیم. به این دلیل من از تعبیر در ورودی دموکراسی که سکولاریسم باشه صحبت میکنم. از هر در دیگری که شما وارد دموکراسی بشید، یا به اختشاش میانجامه یا به باستولید استبداد میانجامه و همه حرفا. فقط یه سکولاریسم واقعی هست که میتونه تحقق دموکراسی رو قطعی و پایدار بکنه. خیلی ممنون آقای امیر جوانپیکر، بفرمایید، زمان در اختیار شماست. من سپاسگزارم خانم پیاسمند. این فرمولی که آقای آشوری توی صحبتشون مطرح میکنن، خب یک نگاه بسیار علمی فلسفی به این قضیه است، فلسفه اجتماعی داره. ما حتی مثلا شما این مثال فقط تو جامعه خودمون نیست، ما میبینیم که در همین قرن بیستم که آقای دکتر اشاره کردن، شما همین جوشش اجتماعی رو، همین بالا رفتن دمای اجتماع رو در اختلاط بین، در اون اتحادی که بین نیروهای نازیسم و فاشیسم و شینتویسم به وجود اومد میبینید. اونا هیچ کدوم با هم دیگه تقریبا خانایی ندارن از دیدگاه عملیشون. یکیشون نجات پرسته، یکیشون ناسیونالیست افراطیه، یکیشون اصلا یک شینتویسته، اصلا داستانش چیز دیگه است. ولی اینا به یه اتحادی میرسن و در مقابلش هم همین اتفاق میفته. اتفاقا در مقابلش هم
شرایط این دمای اجتماعی چنان بالا میره که از اون طرف شما می‌بینید امپریالیسم به اصطلاح خود کمونیستا با اردوگاه سوسیالیست میاد واحد میشه، میان با هم دیگه متفق میشن بر علیه این جریان. پس این در واقع در اصل این فرمول مربوط به اون پدیده‌های، حالا ما از نظر فکری، از نظر اندیشگاهی به پدیده‌های تعلق میگیره که با هم دیگه خانایی ندارن، در حالت عادی دو تا جمادن روی، به قول آقای آشوری، دو تا جمادن روی میز، ولی به محض اینکه دمای این شرایط محیطی بالا میره اینا میتونن مرحله ذوب برسن و در همدیگه ادغام بشن، یه آلیاژ رو تشکیل بدن، آلیاژی که آخرین پادشاه ایران میگفت ارتجاع اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه، و به نظر من هم کاملا درست میگفت. این اتفاق افتاد و این عمل انجام شد. اما در مورد مفهوم سکولار دموکراسی که من شخص فکر میکنم دو تا مفهوم در طول هم دیدن، اینا در عرض هم نیستن. نه سکولاریزم به تنهایی کاری میتونه انجام بده، به اون کاری که انجام بده منظورم به اون جامعه رو به سعادت و سلامت برسونه، و نه دموکراسی به صورت تنهایی میتونه این کارو بکنه. در نتیجه یه جوششی بین این دوتا وجود داره، ولی با یک تقدم و تأخر منطقی، حتی بعضی مواقع زمانی. یعنی این دوتا در طول هم دیگه. حتی ما در جریان رنسانس هم شاهدیم، وقتی که رنسانس اتفاق افتاد و اون سپریشنی که در واقع اون شکاف روی دیوار بزرگ کلیسا ایجاد شد و جدا شد کلیسا و استیت از هم دیگه، چرچ و استیت، یا سیاست و ایدئولوژی مذهب، این بلافاصله دموکراسی به وجود نیامد. دموکراسی، اون نظم مدرن دموکراسی که بعد در دوران روشنگری بهش پرداخته شد، فلاسفه گوناگونی در موردش بحث کردن، از هیوم که در مورد مسائل حقوق بشر صحبت میکرد تا کانت که پیش از اون در رابطه با مسئله عقل و عقلانیت صحبت میکرد، بعدها هابز، لاک، روسو، همه اینا مباحثی رو که پیش کشیدن برای ایجاد نظم مدرنی بود به نام دموکراسی، دموکراسی مدرن. سکولاریسم قبل از اون پیش اومده، پیش از اون اتفاق افتاده، و با توجه یا با تکیه به اون سکولاریزم بود که اینا در واقع اومدن و این ایده رو مطرح کردن که دموکراسی بیاد در جامعه حاکم بشه و این نظم سیاسی به این شکل عوض بشه. خود همون شرایط رنسانس و بعد دوران روشنگری هم خودش یک بالا رفتن دمای شرایط اجتماعی بود، اونجا هم همین جوشش ها صورت می گرفت، اتفاق می افتاد، ولی جوشش بین سکولاریسم و دموکراسی یه جوشش زمانی بود، یعنی یکی مقدم بود بر دیگری، یکی اول اتفاق افتاد بعد دومی تبع اون اتفاق افتاد. من ولی الان در شرایط جامعه ما به خاطر این 300 سال تجربه به اصطلاح عصر شکوفایی سکولاریسم در جامعه ما داره این جوشش به وجود میاد، به خاطر اینکه به خاطر اون نیروهای بازدارنده است، اون نیروهای بازدارنده‌ای که به اصطلاح نیروی سنت حساب میشن، سنت به معنای وابستگی به آسمان و غیره، اون ایدئولوژی که حاکمه، این جوشش رو لازم داره در اذهان مردم، در تفکر مردم، نه در خود جامعه، در افکار مردم باید این جوشش اتفاق بیفته. در 58 جوشش بین دو تا اندیشه و دو گونه انسان بود، دو انسانی که یکی متعلق به جهان وطنی بود، یکی متعلق به جهان وطنی مذهبی بود، یکی جهان وطنی مادی، ولی این جوشش اتفاق افتاد به خاطر اون شرایط.
سپاس از شما. خانم سارا فرزاد بفهمید، خواهش میکنم. بله، استنباط من این هستش که در حقیقت این قیاسی که آقای در واقع قیاس ما در مورد سکولار دموکراسی در بحث شمی ایده ها با قیاس انقلاب که بحث اسلامیست ها و کمونیست ها رو با هم دیگه در هم تنیدن به عنوان شیمی دوتا ایده، قیاس غیر متجانسی هست. من برام از این جهت این جالب بود که خدمتون بگم در سوئد یه بحثی تحت عنوان پرشون شمی وجود داره که حالتی هستش که در اون دو نفر میتونن در کنار همدیگه به یک تفاهمی در احساس و ارتباط و عاطفه و اندیشه برسن. در واقع در ادبیات اجتماعی و عامه سوئد دو نفری که با هم حالشون خوبه و کنار میان و میتونن با هم دیگه یک کاری رو به منزل برسونن، به یک هدفی برسونن، میگن اینا دو تا شیمیشون به هم میخوره. در واقع یا میگن ما شیمیمون به هم نمیخوره. از این بابت من میتونم بگم که بحث سکولار دموکراسی دو مفهومیه که با اون نگاه فیزیکی و شیمیایی اصلا من نگاه نمی کنم. من احساسم اینه که دو مفهومی که جنسشون یکیه و ماهیتشون به قدری میتونه در هم تنیده بشه که با هم دیگه میتونن اون چه که سعادت هست برای یک هدف عالی و متعالی رو فراهم بکنه. در واقع شمی سکولاریسم و دموکراسی در بحث جداییشون نیست، بلکه در بحث نزدیکیشون از جهت جوهره و مفهوم ذاتیشونه. در واقع سکولاریسم میاد که از دموکراسی صیانت بکنه و دموکراسی میاد که سکولاریسم و تحقق بهتری ببخشه. اگر مفهوم اینا رو جزا جزا نگاه کنیم میبینیم که این دو با هم میتونن اون سعادت رو و اون تکامل و اون رهایی رو ایجاد بکنن. بر غیر این صورت هر کدوم اینها میتونه به نوعی اون یکی رو نابود بکنه اصلا. یعنی سکولاریسم هایی که منجر به دیکتاتوری شده مثل ترکیه، دموکراسی هایی که در واقع سکولاریسم نیستن و فقط شعار دموکراسی رو میدن که در نهایت میبینیم که همون باستولید نوعی دیکتاتوری و آنارشی هست در جامعه. یعنی یک روکش تزیینی از یک مشارکت منفعلانه تحت عنوان دموکراسی. بنابراین از جهت اینکه این دو مفهوم در ذات خودشون انسان و اون کرامت انسان رو محافظت میکنن، میتونیم بگیم که دوتا ایدهی هستن از جنس هم، دوتا مفهومی از جنس هم هستن که به راحتی قابلیت ترکیب و صیانت از همدیگر رو دارن و میتونه در صورتی که تمام ابزار و تمام شرایط خوب پیش بره و این دو میتونن با هم دیگه تحقق خوبی داشته باشن. تصادفاً احساس میکنم هر دوی اینا نه در طول هم نه در عرض هم، بلکه در هر دوی اینها به نوعی گره خورده با هم میان جلو. یعنی اگر قرار بر این باشه که ما به یک سکولار دموکراسی بعد از گذار فکر بکنیم، نمیتونیم بگیم اول این باشه بعد این باشه، اول سکولاریسم باشه بعد دموکراسی باشه بعد سکولاریسم. ما نمیتونیم بگیم که سکولار دموکراسی رو از راه دیکتاتوری، بلکه باید تلاش بکنیم در همزمان با هم به نوعی جامعه رو به اون سطح از روشنگری برسونیم. حتی اگر قرار بر این باشه که در بحث دموکراسی ما زمان بیشتری رو به دولت موقت فراحزبی فراجناحی بدیم تا مردم رو به لحاظ آگاهی‌های مدنی و
مشارکت اجتماعی به سطحی برسونیم که اونها این مفهوم دموکراسی و سکولاریسم رو جدا جدا درک کرده و بعد با هم تلفیقشون رو با هم درک بکنن و کدوم یک به نفع جامعه هست، این روشنگری ها از طریق صدا و سیما، جلسات، تشکل‌های حزبی، جمعیتی و غیره، حتی اگر شده رفراندوم یا رأی‌گیری قانون اساسی عقب بیفته، ما باید اینا رو با هم جلو ببریم. این پتانسیل هم میتونم بگم اگر نه به اندازه سکولاریسم بلکه به اندازه ای که در دنیا الان اگر اون پارادایم و اون جوی رو که دکتر آشوری اشاره کرد که در زمان انقلاب تمام دنیا بر اون فضاها و دیالکتیک های چپ و اینها بود و اومد اسلام هم بهش کمک کرد، من میتونم بگم امروز دنیا گفتمان دنیا، گفتمان جهان روی حقوق بشر هست، روی دموکراسی هست، روی آزادی هست. بنابراین این گفتمان جهانی میتونه روی این پارادایم در داخل ایران هم تأثیر بذاره که مردم خیلی سریعتر گفتمان دموکراسی و سکولاریسم رو قبول بکنن، حتی اگر بر این باور باشیم که مردم ما تمرین دموکراسیشون ضعیف هستش. و من خیلی امیدوار هستم به اینکه ما بتونیم بعد از گذار با یک برنامه ریزی درست خیلی سریعتر برسیم به اون یعنی به رفع اون چالش ها و اون گرفت و گیری های دموکراسی در بحث سکولار دموکراسی فائق بشیم. سپاسگزارم. سپاسگزارم از شما. آقای محمود ابتهی بفرمایید، وقت در اختیار شماست. متشکرم. ببینید وقتی ما از سکولار دموکراسی صحبت میکنیم به عنوان یک جامعه سکولار دموکرات، یعنی از یک حکومتی سکولار دموکرات یک جامعه بیرون میاد که سکولار دموکرات هست. اگر که دقت بکنیم، من با صحبت‌های دکتر نوری الان موافقم و میخوام به زبان خودم اینا رو بگم. ببینید اگر که خب حالا میگیم یک حکومت سکولار دموکرات، این حکومت چیست؟ مجموعه ای از نهادهاست. حکومت از نهادهای مختلفی تشکیل میشه، این نهادها کارهای مختلفی رو انجام میدن. سه دسته نهادهایی داریم که یک حکومت رو به وجود میارن. نهادهایی که نهادهای استیت بهشون میگیم، نهادهای نمیدونم کشوری شاید، نهادهای رول اف لا، نهادهایی که حکومت قانون رو میسر میکنه، و نهایتاً نهادهایی که روند دموکراتیک رو به وجود میارن. یعنی اول بایستی یک نهادهایی باشه که قدرت سیاسی رو بتونه متمرکز بکنه که بتونه کارآمد باشه، کاری رو انجام بده. بعد نیاز به یک قوانینی هست و اجرای قوانینی که اون برنامه ها نیازها رو بتونیم بر پایه اون انجام بدیم، در اون چیزی که جامعه بهش میگیم. در مرحله سوم بعد از این هست که همه اینها رو ما میتونیم دموکراتیک بکنیم. اگر اونها وجود نداشته باشه، اصلا دیگه دموکراسی معنی نداره. خب ما ایرانی ها در ساختن استیت بسیار قدیمی هستیم. اولین ملتی هستیم گفته میشه که ما تونستیم کشور بسازیم به معنی که قدرت سیاسی رو متمرکز کنیم. مشکل ما همیشه rule of law بوده، حکومت قانون بوده. ما نتونستیم نهادهایی که حکومت قانون رو به وجود میارن اونها رو ایجاد بکنیم. و تصور بکنید ما پیش از ایجاد نهادهایی که رول اف لا بخوایم به وجود بیاریم، بخوایم اون استیت رو دموکراتیک بکنیم. اصلا چگونه ممکنه؟ اگر معنی رول اف لا رو ما کاملا متوجه باشیم، اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست. رأی گیری که فقط یک بخشی از اونه که مردم بیان رأی بدن. یعنی سکولاریزم نیاز ما هست، نیاز ابتدایی ما هست که بتونیم اون رول اف لا رو ایجاد بکنیم و بعد دموکراتیکش بکنیم. وقتی که ما میگیم در واقع سکولار یعنی چی؟ وقتی از قانون صحبت میکنیم، احکام مذهبی و دینی که قانون نیست، اونا احکامی است که صادر شده و اصلا طبیعت جداگون متفاوتی داره. از خود چارچوب قانونی، قانون اساسی که آغاز کنیم، قوانین ثانویه و تمام اون نیازمندی های دیگری که داره در قالب اون نهادها که عرض کردم، اینها باید باشه که ما بتونیم اصلا بعد از اون صحبت
دموکراتیک کردن اونها رو انجام بدین، یعنی باعثی چیزی باشه که برای یک روالی اجرا بشه، همون برابری که فرمودن تو صحبتشون دکتر نوریالا، تساوی حقوقی، البته ایشون به درستی فرمودن این تساوی حقوقی خب چگونه باید اعمال بشه؟ صرف این که برای روی یک کاغذ نوشته باشه که نیست، این باید اجرا بشه، باید در جامعه اعمال بشه، همه باید در برابر قانون برابر باشن. این در واقع به زبان خیلی ساده همون نهادهایی است که رول اوف لا رو میسر میکنه. تا سکولاریسم نباشه خب این نشدنی است. کشورهایی که موفق نبودند، کشورهایی که از یک دوره استبدادی بیرون آمدند، من این صحبت که میکنم بیشتر بر پایه نظرات فوکویاما است، کشورهایی که در واقع دموکراتیک نبودند، از اون مرحله استبدادی خارج شدند و وارد مرحله جدیدی شدن و خواستن به سمت دموکراتیزه شدن حرکت بکنن و نتوانستند، اگرچه اون نهادهای دموکراتیک رو هم ایجاد کردن، به خاطر مشکل رول اف لاشون بوده. ما مستقیما اگر بخوایم خودمون رو در واقع حتی اروپا رو هم اگر بخوایم ببینیم، میبینیم که قدمت اون نهادهای رول اف لا در اروپا بسیار قدیمتره. اروپایی‌ها اصلا بیش از این که بتونن استیت رو بسازند، چیزی که اونها درش مشکل داشتن که استیت ساختن برشون مشکل تر، قبل از اینکه بتونن استیت رو بسازن نهادهای رول اف لا رو داشتن. این مسئله بسیار مهمی است که ما مشکلمون مشکل حکومت قانونه. حکومت قانون تنها در یک سیستم سکولار امکان پذیره اگر معنی واقعی قانون رو بدونیم و اجرا کردن اون و برابری. اون کسی که قدرت رو در نهاد استیت در دست داره، قدرت متمرکز شده رو در دست داره، تا رول اف لا نباشه در واقع هیچ تضمینی نیست که ازش سوء استفاده نکنه. با اون رول اف لا هست که اون قدرت متمرکز شده در نهادهای استیت محدود میشه، تحت کنترل در میاد و بعد به مرحله بعدی میرسیم که همه این نهادها باید پاسخگو به مردم باشه. یعنی سکولار دموکراسی محصول نهایی است، محصول نهایی است که ما به دنبالش هستیم، ولی اگر برساد یک مراحلی داره ساختن و اون مراحل رو اگر ما بخوایم دنبال کنیم، بعضی معتقدن که پیش نیاز نداره، ولی من فکر میکنم واقعا اون رول اف لا باید به وجود اومده باشه یا بخش اعظمش باید به وجود اومده باشه که ما بتونیم به دنبال پاسخگو کردن اونها به مردم بریم. متشکرم. میکروفون شما بسته است آقای دکتر. میگم این رول آف لا رو یه جوری تجربه کنید که کسایی که انگلیسی نمیدونن هم بفهمن. حکومت قانون در صورتی اون حکومتی که همه از نظر حقوقی با هم برابر هستن، هیچ کس بالاتر از قانون نباشه و حتی کسانی که بیشترین قدرت سیاسی رو هم دارن نتونن از اون تخطی بکنن و مجبور باشن مطابق با اون برخورد بکنن. مرسی. سپاسگزارم از شما. آقای امیر جوانپیکر بفرمید، خواهش میکنم. بله خیلی ممنون خانم ریاسمند. درسته، شما کاملا درست میگید در مورد مسئله قانونی و حقوقی قضیه، درسته. ولی بحثی که آقای آشوری میکنه و بحثی که ما در صحبت میکنیم راجع به مسئله سکولار دموکراسی و جوشش اینا در درون هم، منوط میشه به مسئله شرایط اجتماعی ما. ما بله باید این اتفاق اینجوری بیفته، باید اون حکومت قانون به وجود بیاد، ولی اساسا ما سکولاریسم رو به عنوان قوانین ضد تبعیض میشناسیم که وقتی که تبعیض زدائی باشه از طریق قانون، یعنی حقوق همه افراد در مقابل قانون مساوی اعلام بشه، اون موقع ما میتونیم بریم طرف دموکراسی، حرفی توش نیست. ولی مشکلی که ما داریم، یکی از مشکلات به اصطلاح جدلی که ما داریم با کسانیه که معتقدن سکولاریسم درون دموکراسیه. اون جوششی که ما الان در موردش صحبت میکنیم که
دو تا ایده مختلف با هم چطوری میتونن هم جوش بشن و با هم دیگه ممتزج بشن. این راجع به دو تا نظری، دو تا ایده مخالفه، ولی صحبت اینجا در مورد سکولار دموکراسی. خب ما سکولار دموکراتی، ما میدونیم که باید این مسیر پیاده بشه، حرفی توش نیست، و در رابطه با مسائل الان جامعه همون معتقدیم که یک حکومت برای گذار ما به یک دولت موقتی نیاز داریم تا زمانی که قانون اساسی رو تدوین کنن و به رفراندوم بذارن باید این شرایط سکولاریسم در جامعه پیاده بشه، این قوانین سکولاریسم در جامعه پیاده بشه به صورت همون نهادهایی که شما میگید. ولی اون کسایی که معتقدن سکولاریسم درون دموکراسی، هر دموکراسی با خودش سکولاریسم رو میاره، مشکل ما با اوناست. یعنی در اصل بحث ما داره در مقابله با اون تفکر داره انجام میشه. دوستان ما در مهستان هستن که بسیار معتقده بر اینه که آره سکولار دموکراسی میگن سکولار، ولی میگن از نظر ما دموکراسی خودش سکولاریسم توشه. حتی اون اوائلی که آقای دکتر این مقالات سکولاریسم و سکولاریسم نو رو شروع کرد در اون جمعه گردی ها نوشتن، اول یکی از کسایی که مخالفش بود آقای مهندس شریعت مداری بود که میگم نه سکولاریسم تو خود دموکراسی هست، ما با اینا مسئله داریم، ولی ما با خودمون که مسئله ای نداریم، که ما سکولار دموکراتیم و میدونیم، و میدونیم هم که داشتیم بحث میکردیم آیا این دوتا مفهوم آنچنان با هم دیگه تنافر دارن که باید شرایط اجتماعی، جوشش اجتماعی اتفاق بیفته تا اینا با هم دیگه جوش بخورن، یا نه این دوتا از نظر من در طول هم دیگن، در عرض هم نیستن، باید یکی پس از دیگری به وجود بیاد. همونطور که شما الان توضیح دید، در واقع توضیحات محمود برای من همین مسئله در طول بودنه، یعنی برخلاف خانم فرزاد که میگن نه در طول نه در عرضه، که برای من قابل شناسایی نیست. یعنی غیر از این که بخوام بگم همون نظریه سکولاریسم درون دموکراسی دیگه شکل دیگه پیدا نمیکنه، یا در طولن یا در عرضن یا درون هم دیگه، مثل به قول اون تز معروف تز و آنتیتز، که اونا باید در درون جوشش میکنن، بیرونش جامعه سکولار دموکراتی. من اینو باور ندارم. من معتقدم این خود روند تاریخی سکولاریسم و دموکراسی اینو نشون داده، یعنی شواهد تاریخی ما داریم که این دوتا در طول هم دیدن. این باید سکولاریسم ابتدا شکل بگیره، پایه بگیره، اجرا بشه، همونی که شما رول آف لا باید اجرا بشه، اون حکومت قانون، اون تا اجرا نشه دموکراسی رو وجود نمیده. دموکراسی که میخواد تا زمان انتخاب تدوین قانون اساسی، که شما دموکراسی ندارید، که شما نمیتونید هیچ حرکت دموکراتیکی داشته باشید چون قانون انتخابات ندارید. پس تا زمانی که این قانون اساسی تشکیل بشه، اون کلایی که خمینی سر هممون گذاشت سر چی بود؟ دقیقا سر همین بود که ما بدون این که قانون انتخابات داشته باشیم، بدون این که قانون اساسی داشته باشیم، رفتیم رفراندوم شرکت کردیم. با زرنگی و هیلگری این کار رو کرد، یه رفراندوم آزاد، مردم هم رفتن رأی دادن، هیچ جریانی هم نشست بگه آقا این چی هست شما داریم بهش رأی میدید، هیچ بحثی تو هیچ تلویزیونی، تو هیچ رادیویی، تو هیچ روزنامه‌ای در نگرفت، هیچ سازمانی، هیچ حزبی در موردش بحث نکرد، اونا برای خودش رفراندوم داد. ما نمیتونیم برای این قضیه براندازی این رژیم، ما اون روش رو نمیتونیم پیش بگیریم، که ما باید روش رو مطابق حرکت تاریخی خودش عمل کنیم. اون دولت موقت تا زمانی که قانون اساسی تصویب بشه، تدوین بشه و بعد در رفراندوم به تصویب گذاشته بشه، اونجا تازه قانون انتخاباته که بیان انتخابات رو انجام بدن. ولی پیش از اون این دولت موقته که باید این قدرت رو داشته باشه که اون رول آف لا رو اجرا کنه، پیاده کنه. هیچ چاره دیگه هم نداره.
در نتیجه ما اینجا وقتی که درست نگاه بکنیم می‌بینیم در این دوران شما از دموکراسی خبری نیست، رفتارهای دموکراتیک هست، افرادی که در این حکومت دولت موقتاً آدمای دموکراتن، آدمای سکولار دموکراتن، ولی شرایط حرکت، شرایط فرم حرکت ماهیت دموکراتیک نداره، چون هیچ انتخابی شکل نمیگیره، اتفاق نمیافته. در نتیجه تمام بار میریزه دوش این دولت موقت و اونه که باید رول آف لا رو پیاده کنه تا ما بتونیم بعدش مطمئن باشیم که میتونیم یک دموکراسی داشته باشیم، یعنی برسیم به پایه‌های دموکراسی. اینجوری نیست که بعضیا فکر میکنن که به محض اینکه این یه سرنگون شد و بعدم صندوق‌های رأی طبق معمول رفت تو خیابونا و تو شعبه ها دموکراسی آزاد شد، تموم شد، یعنی مملکت دموکرات شد. همین چیزی که الان ما تو ایران داریم، تو کره شمالی داریم، تو سوریه داریم، تو عراق و تو این ور اون ور داریم، همشون همین دموکراسی بدون سکولارن دیگه. حتی بعضیشون سکولارن دموکرات نیستن. این بحث جوشش بود. ما یه مقداری فکر میکنم که از اون بحث اومدیم بیرون. یعنی میخواستیم اینه بفهمیم که آیا واقعا سکولاریسم و دموکراسی دوتا جنسیت مختلفن، دو تا ایده مختلفن، یا این دو تا در راستای هم دیدن، در عرض همن یا در طول هم. خانم فرزاد تذیری که ارائه میده به این معناست که در دل هم، من معتقدم در طول هم. من در عرض نمیدونم. خیلی ممنون، میبخشید وقت زیاد بود. خیلی ممنون آقای دکتر نوریالا، بفهمید وقت در اختیار شماست. ببینید، من به سرعت میخواستم بگم که این نکته‌ای که آقای ابتهی مطرح کردن و آقای جوان پیکر هم ادامهش دادن یه تبصره لازم داره. به نظر من رول آف لا باید باشه رول آف، یعنی حکومت قانون سکولار دموکرات، وگرنه اگه قانون سکولار دموکرات نباشه هیچ کدوم از اون مسائلی رو که ما میخواییم درش ملحوظ نمیشه که اون بشه شرط ورودی رسیدن به سکولار دموکراسی. اینی که فریبنده است این اصطلاح حکومت قانون بدون مشخص کردن ماهیت اون قانون، وگرنه خب همه این کشورهای دیکتاتوری هم قانون دارن و بعضی هاشون هم اصلا لزومن عدول از قانون نکردن. حالا مهندس موسوی میاد تو خیابون میگه که اینا اصول مقفوله مثلا قانون اساسی. اینه که من در مورد همین رول آف قانون نگرانیم هستش که شما میتونید ظالمانه ترین قانون ها را مطرح بکنید و بگید خب حالا که قانون هست همه باید رعایتش بکنیم. اتفاقا آزادی خواهی یکیش از معناهاش رهایی از قوانین ظالمانه است، فقط به عنوان معترضه است که. آقای محمود عطایی بفهمید، خواهش میکنم. ممنون. البته صحبت من تکرار خواهد بود، چون من رول آف لا رو که تعریف کردم گفتم که این در واقع اون برابری همه در برابر قانون درش هست، و یکی جای دیگه عرض کردم که اون احکام دینی رو من قانون نمیدونم. یعنی وقتی میگیم احکام دینی و مذهبی اون قانون نیست، از قانون سکولار صحبت میکنیم مسلماً. و وقتی که برابری و تساوی همه رو درش میخوایم ببینیم، اون مسئله همه شمول بودنش و دموکراتیک بودنش هم درش هست. یعنی اصلا به جز این اگر که باشه اون قوانین دیگه اصلا اون حکومت قانون معنی نداره. خواستم عرض کنم که من فکر کردم تو صحبت‌ها که توضیحاتی که دادم این بود، ولی خوب بود که دکتر تاکید کردن برش. ممنون.